آقای گلشیری، میشه واقعا برای اینکه همینجور صحبت گرم بشه من یه مقدار اول اطلاعات شناسنامه ای راجع به خودتون از زبون خودتون بگیرم و بشنویم که از کجا شما پیدا شدید؟ من 1316 متولد شدم، گمانم در حوالی به حساب 1320 رفتیم به آبادان چون پدر اونجا بود و در اونجا تا کلاس دهم تحصیل کردم. بعد پدر بازنشسته شد، به اصفهان اومدیم و تا 52، یعنی بعد از به حساب یه زندان کوتاه مدت که داشتم، ناچار شدم که چون محروم از حقوق اجتماعی و بیکار و اینا شدم اومدم تهران. از اون وقت تهران بودم تا بعد از انقلاب که رفتم دوباره سر کلاس یک سال. بعد برگشتم 59 به تهران دانشکده هنرهای زیبا، بعد همون اردیبهشت، مثل این که 58-59 بود، 59 اردیبهشت اخراج شدیم و حالا اخراجیم دیگه و در تهران زندگی میکنیم. کی کجا از چطور اصلا دنبال کار داستان رو گرفتیم؟ از کجا شروع کردیم؟ کی چطور؟ خب آشنایی خیلی سطحی بود در آبادان چون خانواده کارگری بود، بعد مثلا کتابخونه مدرسه احتمالاً بوده، ولی مهم این بود که همسایه‌ای داشتیم که کارمند بود، مادر میرفت مجلاتی ازش میگرفت، مجلاتی که خونده بود، خیلی هم التماس میکردیم بهش که برو بگیر، بعد اینا رو میخوندیم. گاهی هم بقیه مثلا داستان گیرمون نمیمد، شاید این مقدار تکنیک داستان نویسیمون از اونجا هاست دیگه. چه مجله هایی مثلا؟ الان بیشتر چیزی که بر من جالب بود فردوسیا بود و آسمون ریسمون در اون زمان و بقیه مجلات، فکر می‌کنم مثلا مستعان و اینا، همه این چیزها رو خونده بودم اون وقت و آشنایی خیلی سطحی با مثلا از طریق کتابخونه مدرسه مثلا، شاید با هدایت ولی گمان نمی‌کنم. وقتی که به اصفهان اومدیم اتفاق جالب افتاد که ما به دبیرستان ادب رفتیم و دبیرستان ادب جایی است که مثلا بهرام صادق مثلا یک سال زودتر از من بوده یا دو سال مثلا فوقی همینجور و دبیره خیلی خوبی داشت. البته میگم دبیره خوبی داشت در این حدی که مثلا یادم میاد که پریار اومد خوند و نگفت مال کیه، و من فکر مال خودشه. کی بود دبیر؟ دبیری بود، حالا شاید ناراحت بشه که اسمشو بگیم. بعد یک انجمن ادبی هم داشتن، من یادم نمیاد که این شعاری که من میخوندم ظاهرا خیلی نامفهوم بوده و به حساب تاپ نبود، البته تمام درسای من خوب بود ولی به صورتی که خیلی متمایز باشه نبود. بعد من به کتابخونه شهرداری رفتم و در اونجا از طریق خود کتاب ها، از کتاب به کتاب رفتم و فکر من بعد از مثلا مدت خیلی مثلا بگیریم یک سال من همه کتابایی که اونجا بود خوندم، اون کتابایی که مربوط به چیز بود خودم بود. بعد وقتی که به حساب یک سالم من بعدش مثلا رفتم بعد از دیپلم و در زمان تابستون، تعطیلات تابستون کار میکردم و رفتم مثلا رنگرزی کار کردم چون خویشاوند رنگرز داشتیم، اینا حتما تو جنامه هست دیگه. بعد یک سال تو دفتر اسناد رسمی و کارهای متفرقه کردم، وقتی سربازی به حساب قره به فال به نام ما افتاد معلم شدم، رفتم ده، شش ماهی در یک ده دور افتاده تنها بودم مثلا با یک دیوانه
مثلا حافظ و اسنشل انگلیش و اونجا دیگه درگیری با خود زندگی و معلمی و که خیلی هم دوست داشتم. شخص اونجا بود، برادر مدیر بود، آمری بود اسمش، اومد سراغ من و چیزای خون برای من، منم شعرهایی میگفتم. به من گفت شعر نو میگی و فکر کنم خیلی برای من مبهم بود قضیه قضایا، و اونم چیزای خون برای من. بعد از مدتی چون من دبستان درس میدادم در مرکز اون ناحیه کوپایه، در شهر کوپا یا قهپایه، احتیاج به دبیری داشتن مثلا ریاضی درس بدن، چون من چشم ریاضی داشتم. من رفتم اونجا با معلم ورزشی آشنا شدم که سه روز در هفته میمد اونجا و سه روز میرفت اصفهان، مثلا یه روز هم تعطیل داشت دیگه. این کتابایی با خودش میورد، فکر من اون کتابای حساب انتشارات نیل مثل دون کیشوت و بابا گوریو اینا بود. این سه روز من وقت داشتم که اینا رو بخونم و بعد شنبه میمد باید بهش میدادم و من به سرعت اینا رو میخوندم و گاهی هم که میومد میرفتیم با هم صحبت میکردیم. این آدمی بود که با بهرام صادقی و نجفی اینا بوده، معلم ورزش بود، داستانایی هم میخون برای من که من بعضیش یادمه هنوز و من کارایی براش میخوندم. مهمتر از همه این بود که این کانالی شد برای من که با بهترین کتاب ها آشنا بشم، به صورت اینکه درست آدم به مثلا حلقه روشنفکری نزدیک بشه. و وقتی که دانشگاه قبول شدم دیگه میدونستم چی دارم میخونم و چه کار دارم میکنم. اون اوائل کار که شروع کرده بودید به نوشتن داستان، کسی یا کسانی بودن توی ایران که فکر میکردید اینا کاراشون خوبه و من دلم میخواد مثل اینا بنویسم؟ خب اول علاقه من به شعر و اینا بود که دیگه در این دوره وقتی به دانشگاه رسیدیم دیگه میشناختیم اینا رو. و یک اتفاق دیگر خیلی خوشیومنی هم افتاد که مثلا سر کلاس من شعرهایی میخوندم وقتی معلم دیر میمد، زمین شبانه بود البته. من منتقل شده بودم به ده فلاورجان با چرخ، 30 کیلومتری میرفتم صبح زود و بر میگشتم، 4-5 ساعت درس میدادم و بر میگشتم و وقتی میرسیدم دیگه خراب و خسته. اون تو خب جوانی مدد میکرد و درس رو مثلا میخوندیم و اینا. بعد احتمالا شعری خوندم جایی، بعد انجمن ادبی به من نشون دادن، رفتیم در انجمن ادبی، حساب دو انجمن ادبی مهم اون وقت بود، یکی کمال بود توی کتابخونه فرهنگ، یکی هم صاحب بود دبستان صاحب که همون نزدیک دانشکده ما بود، اون دانشکده اون وقت شازده ابراهیم بود. بعد من رفتم اونجا، اینجا ترکیب از شاعران کهن و نو بود و ترکیب خوندنم به این صورت بود که اول کهن سرایان میخوندن، هر کدوم مثلا از شکیب و بصیر و صغیر و غیره، و میرفتن وقت ما خودمون میموندیم، جوان ها که بر خودمون میخوندیم. همون وقت بود که مثلا با مسائل سیاسی هم آشنا شدم، با همون شیوهی که عمل میکنم، چون فکر کرده بودن من با استعدادم مثلا اولین کتاب به من داده بودن. بعد خب سرعت خوندن من خیلی زیاد بود، سریع کتابایی که مثلا میدونستن داده بودن خونده بودم و منتظر بقیهش بودم. یادتون هست مثلا چه کتابایی؟ معمولا معلومه چه کتابایی میدن دیگه، مثلا حالا خیلی لطف بکنن مادر رو میدن دیگه، یه چه باید کرده چرنیشفسکی رو میدن. من اینا رو خونده بودم و اطلاعات سیاسی خیلی ناقص و جسته و گریخته در حد این که مثلا از کسی که مثلا رابطه گرفته بود سوالات فنی کرده بودم. بعد اینا مسائل لنینیسم رو من دادن، بعد مسائل لنینیسم رو بعد نکاتش نفهمیدم، نه
نه تنها بالا دست و این حرفا، کم کم بعدم فهمیدم که مثلا رابطه اصفهان تهران بوده. دو چمدون کتاب من داد که بعد بخون و خوندیم اونا رو دیگه. بعد در همون وقت مثلا خب دانشکده‌ام خیلی موثر بود، یعنی با ادبیات کهن و اینکه از چه کتابی آدم بره سراغ چه کتابی آشنا میکنه آدم. پیش کم استادای بعدی هم نبودن، البته معلوم بود مثلا گشتن یه آدمی مثلا پلوی بهار درس خونده، مثلا شاهنامه خونده، بعد دعوتش میکردن که از روی همون نکاتی که بهار گفته بود میگفت از روی کتاب، که اگر کتاب میبستی نمیتونست بگه. ولی استادای خوبی هم بودن که ادب کهن رو آشنا بودن، مثل دکتر فرزان. بعدش اتفاق مثلا دستگیری و اتفاق افتاد دوره دانشجویی، همراه با 90 نفر 91 نفر یه تجربه عمیق سیاسی اجتماعی بود، آشنا شدن با هم محیط زندان بود که توی داستان هر دو روی سکه مثلا ازش استفاده شده، به خصوص اون داستان عکسی برای قاب عکس خالی من که مشخصا همین حوادث، و آشنایی با آدمایی که از طریق رابطه با چاپچی ها اومده بودن که خیلی آدمای جالبی بودن. مثلا دیدن سروان عباسی برای من خیلی عمده جالب بود، چون من شب مثلا مطالعه میکردم فکر کرده بود اینه که میتونه مثلا خبری ببره، با من خصوصی صحبت میکرد. و کتابایی که مثلا سیر کمونیسم خونده بودیم این همونا رو میگفت برای ما در جمع عموم، ولی اختصاصا مثلا مسائل خودشو گفت. یعنی آشنایی دو سویه با اون حزب من پیدا کردم که مثلا این روندی که در داستانم دارم نشانه اون آشنایی از دو سوست. یا مثلا سروش استپانیان مثلا اونجا بود که خیلی مهم بود، و کسان دیگه که سلولای مجرد بودن گاهی میمدن بیرون، چون من آدم شلوغی هم بودم، هم با لال بازی میکردم، هم رخت خودم میشستم، هم آشپزی میکردم، هم همه کار میکردم. لوسی که مثلا بشینه لباساشو بده به کسی دیگه بشوره مثلا اینا نبود، و مطالعه من میکردم. خب شاید میگم اینا سبب شد که اینا یه نوع اعتمادی بکنن و یک آموزش مثلا همه جانبی ببین. بعد برگشتم آزاد شدم، باز اجازه دادن من سر کار برم، به دلیلی که دانشکده مجبور بودم برم جای نزدیکتری قرار گرفتم، دیگه میتونستم با ماشین برم و بیام. بعد در همین وقت با اون دوستانی که جوانایی که در اون انجمن صاحب بودن رفتیم بر سر قبر صاحب، خودمون انجمن درست کردیم و مثلا جلساتی برای هدایت و نیما گذاشتیم که با ساواک احضارمون کرد، برای هدایت و بهار و ده خدا که من صحبت سخنرانی کردم در مورد ده خدا و کارهاش. اونجا بود که به حساب آشنایی که ما خیلی جسته و گریخته با بهرام صادقی داشتیم، چون در اون صاحب هم اومده بود یک دو بار می اومد. بعد ما رفتیم سراغ حقوقی رو پیدا کردیم آوردیمش، این ادامه پیدا کردیم جلسات و خیلی یه زنده بود، یعنی به دبستون خیلی زنده و اینکه کارامون همونجا بخونیم. من از همون صاحب اولین داستانم رو نوشته بودم، فکر میکنم چناره که توی پیام نوین چاپ شد، بعد از مقدار شعر که این برام بر در اومده بود مثلا کتاب هفته و تو خود پیام نوین با اسم مستعار، مقداری فولکلور در خود پیام نوین با اسم مستعار، این فولکلور اصفهان من جمع کرده بودم. بعد ما در حقیقت به حلقه روشن فکری وصل شدیم از این طریق. صادقی خیلی زنده بود در اون زمان، خب آشنایی با داستانی صادقی. بعد ساواک مزاحمت ایجاد کرد، ما مثلا از 43-44 شروع کردیم در خانه ها اون جلسات رو برگزار کنیم، جلسات که
از همون دوستانی هستن که تو جنگ اول اصفهان اسمشون هست، دوست خواب و حقوقی و کلباسی و داداش من و من و بعد مثلا کسان دیگه هم که رفتن دنبال زندگیشون. یک باز اتفاق خوشم نیفتاد که ما شنیدیم که کسی اومده در اصفهان اسم ابوالحسن نجفی که ترجمه ازش خونده بودیم، بچه های کوچک این قرنش تازه در اومده بود، باش آشنا شدیم و بردیمش به جلسات و او در حقیقت از مرکز روشنفکری تهران اومده بود، همه را دیده بود، تجربه کرده بود، عمری میشناخت و ذهنیت منظمی هم داشت چون زبان شناسی خونده بود تا گذراندن تز، اومده بود اونجا تزش رو بنویسه. و آشنایی با ادب فرانسه، اونم ادب معاصر فرانسه. بعد میومد به جلسات و در همون زمانم خیلی کار میکرد، این کتاب رو ترجمه میکرد به ما میداد یا میومد تو جلسات میخوند، مثلا ادبیات چیست، مثلا گوشه‌گیران آلتونا، شنبه یک شنبه در کنار دریا اینا. بعد از همونجا بود که به حساب من با نوشتن کارهای قبلا داشتم، با نوشتن شب شک به جد پرداختم به داستان. بعد تا 4-5 شماره اونجا در اون جمع شعرهای از من هست. بعد حقیقت اینکه دیدم شاعرهای خیلی بهتر از من هستن در همون گردا گردم و دیگه به کار داستان پرداختیم. پراکنده داستانهای حساب نوشته بودم که بنا شد با کلباسی با هم در بیاریم، تعللی کرد و من ناچار از به قول اخوان از اوقاف جیب مثل همیشه رو چاپ کردم. شنیدم بعد مثلا داستان مثل همیشه رو مثلا خان دانشور پسندیده یا مثلا آل احمد و ما آشناییمون با تهران چون جایی داشتیم در پارک، میزی داشتیم یا میرفتیم همیشه بعضی وقتا که میمدیم بیرون اونجا میرفتیم، هر کس میمد میمد مستقیم اونجا. آشنایی من با اونا به صورت این بود که اونا میمدن اصفهان و گاهی هم خبری میشنیدیم خیلی مبهم، مثلا شنیده بودیم که از شاعران بزرگ جنگ اصفهان رو دیده و گفته اینا دیگه چیه و پرک کرده، این مثلا اولین عکس العمل اونا بود راجع به این قضیه. بعد پس از مدتی من تو همون جلسات که نسل بعدشون هم اومده بودن دیگه، شیروانی مثلا، فرخفار، مجید نفیسی، اینا ما اینا رو کشف میکردیم، یعنی میرفتیم دبیرستان انجمن ادبی جایی دفعه میبینیم یک کسی یک کار خوب داره میخونه، یا مجید نفیسی که استعداد درخشانی بود، شاگرد حقوقی بود، اون میمد معرفیش میکرد. اینجوری نسل بعد هم اومدن که اینا خب افق ما رو بازتر کردن، به خصوص مثلا داداش من که ترجمه از انگلیسی میکرد، مثلا رومنگاری رو مثلا کهن‌ترین داستان ها ترجمه کرده بود. بعد احمد میرعلایی که خب آشنایی داشت با زبان انگلیسی، دوستخواب و ادبیات کهن آشنایی داشت، به خصوص پیش از اسلام که خب خیلی برای ما که به هر صورت جمع جور بود. من حالا که میبینم همه مثل که همیشه در همه در خدمت ما بودند یا ما در خدمت ایشان بودیم، یه همچین وضعه که به جادو شبیه. بعد گاهی بزرگان رو میدیدیم، مثلا آل احمد رو اومده بود یه بارم رفتیم، دوبارم رفتیم دیدیمش، ولی هیچ وقت راجع به داستان صحبت نمیکرد. مسئله برای ما داستان بود، این قبل از مسئله 16 احتجام، ولی او به سیاست ما رو ترغیب میکرد یا اینکه در مورد مثلا این هتل شاه عباس یه چیزی بنویسید، از این حرفا. من مشتاق بودم نظرش رو بدونم راجع به این قضایه، چون مطمئن بودم بلکه در گروه خودمون داستان رو خیلی خوب میفهمیدن، ولی به هر صورت تا آدم میخواد ببینید بزرگان ادب معاصر نظرشون چی. شازده جاو در همین جلسات خانگی تک تک خوندیم، فوش خوردیم
و تمجید شد، مثلا صحبت شد ذره به ذره و تمامش کردیم. سفری داشتیم میرفتیم به شمال. آخرین داستانی که درآورده بودم توی مطبوعات یا تو جنگ اصفهان بود، دخمه برای سمور آبی من بود که خیلی شوکه کرده بود کسانی را که منتظر یک نویسنده خوب بودن که این چه کاریست. ولی خب یه شازده جواب پاک نویس کرده بودیم، بردیم تهران و نجفی داده بود به سید حسینی که اینو بخون، داده بود ببخشید به صاحب مثلا در انتشارات زمان شخصی، اون شخصم بعدن من فهمیدم خونده بود. بعد یه یاداش نشته برای سید حسینی که من دیشب اینو خواستم بخونم خوابم برد و نمیدونم چیه، تو خودت نگاه کن ببین چیه، مثلا انتشار زمان دستش بود. سید حسینی خونده بود و بعد که برگشتیم از شمال من بودم اونجا که به نجفی تلفن کرد و داشت نجفی گفت داره میگه شاهکاره و مالی کیه و باید چاپش کنی. خب این بهش گفته بوده همون نویسنده همون دخمه ایست، اون دیگه بیشتر شوکه شده بود که تو ممکن. ما در زمان خیلی طولانی همطور مون پرشون و ما رفتیم اصفهان و چندین و چند ماه فکر میکنم مثلا باید این 47 در میمد 48 در اومد و آزار ما با حساب از ناشران شروع شد. ولی مهم بر ما این بود که حالا عکس العمل رو ببینیم. تو مدت زمانی سکوت شد، بعد این اتفاق افتاد که برای هر کتاب میفته دیگه که میشنوه آدم فلان کسی چیزی گفته، بعد ما میشمردیم یک مثلا قبول کردن، دو نفر دوم مثلا پسندیده، سه به چهار و پنج که رسید دیگه رها کردیم و فراموش. بعد نقدا شروع شد در فردوسی، نقد به جد، نقد خیلی خوبی اسمش یادم بیاد، بعد نقد خوبی نوشته شدن هم در همون فردوسی و کسان دیگه و خلاصه کتاب رفت تو بورس و بعد حتی اسنوب شد فکر میکنم، یعنی نخوندم تعریف میکردن، نفهمیدم تعریف میکردن، تثبیت شده. حالا میگم تثبیت شده دیگه، هم ما هم نمیتونیم کارش بکنیم. این برای من جالب بود که مثلا فلان کس چی گفته یا چی، ولی بعد دیگه خسته شدم و رها کردم و همینطور بعدش دیگه برای کتابا دیگه اومد دیگه. خیلیشم بگیم این اون چی که شما میگید، این ذهنیت یا اون طرز نگاه کردن به داستان و این نوع داستان، فکر میکنید در اون دوره منحصر بود به اصفهان و جنگ اصفهان و در مثلا تهران و محافل ادبی دیگه در جاهای دیگه مثلا در تهران زیاد اصلا در اون خط کاری نمیشد؟ والا یه چیزی من گفتم جای دیگم، این جالبه که وقتی ششم ابتدایی من قبول شدم، با داداشم قبول شدیم دو تایی با هم، پدر ما رو برد به سینما، فیلم تارزان بود. بعد ما نشستیم دو سوی پدر و تالا سینما نرفته بود احتمالا، جایزه ما بود، نشستیم به دیدن تارزان، رفت جلو تا وقتی تارزان رو گرفتندش و بستندش و اون با کاسکت و اینا دوربر نشستن، تفنگ ها چاتمه بسته، آتشی روشن بود و اون جیمی و اینا معلوم نبود کجا بودن. پدر گفت بلنشیم بریم و ما گفتیم تمام نشده. گفت نه دیگه، هیچ کاری دیگه نمیتونیم بکنه، دستاش بسته است، اونم تفنگ دارن و دیگه تمام شد. ما را کشان کشان از سینما آورد بیرون. ما فردا بعد فهمیدیم دستشو باز کرده. خب بقیهشو ساختیم حتما. یا نمونه ای که سینمای اونجا 5 ریالی بود، پول اگه نداشتیم بریم اونجا، یکی می ایستاد، یکی می رفت رو دوشش، از بالای حلبی های دور سینمای که سر باز بود نگاه می کردیم و او تعریف می کرد. خب این که پایین بود باید می ساخت و گاهی هم اونقدر مجذوب می شد که تعریف نمی کرد و ناچار باید می نشستیم تا اون دستش به اون تیزی سر حلبی ها بخوره
و ناچار بشه تعریف کنه. این یعنی حالا که برمیگردم متوجه میشم که این تکنیکی که واقعیت برای خودش و این انتخاب توست از او و اون مختصه جستجوی واقعیت که چه هست، چه بود، چه گونه باید ساختش و منظر انسانی که به اون واقعیت نگاه میکنه مهمتر است از واقعیت و یا ساختی که بهش میده، از همه این حرفا تو خود شب شهر خیلی آشکاره. اگر بخوام دنبالش رو بگیریم که کجا بوده، خب میشه گفت که تا اون زمانی که من اینا رو نوشتم، آنچه که در ایران در اومده از هر نوع، من فکر میکنم در هر زمینه ای، حتی مسائل علمی و فیزیک و شیمی اینا ما میخوندیم، در حقیقت و کتاب ها راه میرفتیم، میبلیدیم و آشنایی با رمان نو فرانسه بعد اتفاق افتاد. یعنی بعد نجفی تحریک شد بره این جستجو رو بکنه به خاطر ماها که اینا رو توضیح بده و این دانشش گسترش پیدا کرد، ولی سرچشمش واقعا اونجا نیست. میشه گفت سرچشمش در مثلا از خود هدایت باید بگیریم، بیام جلو مثلا به شاخه مثلا بهرام صادقی برسیم و دیگه مثلا شاید دوستی اظهار نظر کرده ورق پاره های زندان که از نظر تکنیکی همین نوع نگاهه. مجموعه این هاست، شاید مثلا توی شب شک تعیین کننده است در اونجا که نقل میکنه نجفی که یک روز تو میدون شاه با هم قدم میزدیم، من چون حافظه خیلی قوی داره من میگفتم بهش که مثلا اون شیوه مثلا گورکی اینا اینجوری عمل میکنه، چه خوف این طور میکنه، فلان کس مثلا این کارو میکنه، الان روبگیری این کارو میکنه، فلان این کارو میکنه، ما چه کاره ایم، ما چه بکنیم. خب این به حساب یک شیوه، الان من میدونم اینا یک شیوه نگاه به داستان هست که بعدا به نوعی تغییر میکنه، متحول میشه در داستانهای اخیر من و یک شیوه تثبیت شده است در شاخهای مختلف ادبیات ما که یک شاخه نیست در حقیقت، کدام بر هم ارجحنده مطرح نیست، واقعا خواننده ها بسیارن، همه را ممکنه بخونند و بپسندن. این گونه است در حقیقت. خود ما هم مثلا آروم آروم چیز میکردیم، جستجو میکردیم. مثلا تو خود داستان مثل همیشه آدمی است که پسرش گم شده و میخواد اونو پیدا بکنه و ناقل داستان در حقیقت خاطره را نقل میکنه، خاطره به ذهنش میرسه که مردی در نخلستان مثلا آبادان مرده و پوست صورتش کندن و این دوتا جفت میشن با هم، یعنی این پسر اون مرد میشه در حالی که هیچ مناسبتی با هم ندارن. شاید هنوز دو شقه است این جستجو. بعد میرسیم به حالا مثلا خود مردی با کراوات سرخ، مشخصا تثبیت این شیوه است که از اون چیز پلیسی هم سود میبریم. ممکنه حاصل خوندن کتابای پلیسی باشه، چون مثلا من یا کتابهایی که در اون زمان در میومد، باز در اصفهان مثلا دوستی داشتیم که از این کتابایی که هفته به هفته در میومد میخرید و یه بار من مثلا گفتم بخوام مثلا فلان چیزو بخونم، مثلا کتابای آتیلا مثلا فلان، بعد گفت یه خونه ما و من رفتم تو اون خونه تو اتاقش و این در رو قفل کرد رفت. وقتی که اومد مثلا وقتی بود که من باید تمام میکردم دیگه اینا رو. گفتم آنچه را که در حقیقت تا اون زمان در اومده و آنچه که مطرح بوده در عرصه داستان، هرچند ما در شهرستان بودیم همه رو خونده بودیم، یعنی در این من شکی ندارم. درسته من دوره‌های بعد دوباره شروع کردم مثلا به هدایت رو خوندن، یا مثلا من همزمان با شازده احتجاب اوفکور رو فهمیدم و رفتم ببینم چی میگه این و چه کار باید کرد، ولی شکی ندارم که بدهکار به همه کار
قبل از خودمونیم. مثلا حتی در مسئله نصر من تقابلی خواستم بکنم با آل احمد چون نصرش دوست نداشتم. این نصر در خور داستان نبود و نصری به حساب وجود آوردیم. یا مثلا فرض فرمود من مسلم گلستان را بهش عنایت داشتم، یا خیمه شباسی. هر داستان، هر کتابی را که مثلا قبل در اومده من نمیتونم بگم نخوندم. هر کتابی که ترجمه شده من نمیتونم بگم نخوندم، خوندم. خب این یه چندین سوال باز میکنه. آیا مگر وقتی اونجا ذکر تکنیک رو کردین، آیا فکر نمیکنین، این نظر شما چیه، اینه که نثر و تکنیک وسیله‌ای نیست که هر چقدر امکان داره اون ارتباط‌هایی رو که الان اشاره داشتین بهش می‌کردین بین مثلا اون دو واقعه، اینها رو هر چه ممکنه بی‌واسطه‌تر بکنه؟ خب یه مسئله البته هست تو داستان مدرن که مثلا در کار همینگوی می‌بینیم که ناقل یا نویسنده هست میشه، واقعه را بی‌واسطه پس جلوی خواننده میگذاره. این بس که البته در خیلی کارهای دیگه هست که نویسنده هم حضور مستقیم داره و یا حضور پنهان داره. پس انواع کاره. ولی برای من اون چیزی که مطرحه به حساب شبیه این مسئله است که شما وقتی که سوشون رو میخونی نصف فراموشت میشه، نصف مطرح نیست، به حساب اون واقعه مطرحه. یعنی نصف وسیله انتقاله. ولی در کارهایی هست که نصف وسیله نیست، خودشم جزء کار داستانه، نمیتونیم بگیم هدفه. در مورد تکنیک هم همینه. در حقیقت به نظر میاد بعضی ها تکنیک ها برای این میخوان که این را هرچه راحت تر، هرچه ساده تر منتقل کنن یا مفهومی را که مورد نظرشون برسونن. یعنی میشه باز وسیله انتقال. شگرد هاییست که به حساب بیرون از داستان قرار میگیره. برای من تکنیک جزء ذات داستانه. مثلا در همون مثالی که مثال اولیه مردی با کروات سرخ، ما خب نویسنده غایبه، در اونجا نقشی نداره. در انتها البته روشنفکران اون زمان شهرستانی وضعیتشون برملا میشه و وضعیت روشنفکر ایران در آن زمان برملا میشه. تکنیک اینجا جزء خود داستانه و بدون توجه به این تکنیک داستان درک نخواهد شد. آدمی داره گزارش میده به مرکزی که آن مرکز راجع به شخص مورد نظر خیلی اطلاع داره، اسناد مدارک هست اونجا، و این پس نمیتونه وراجی کنه، میتونه بعضی مسائل حذف کنه، میتونه بر بعضی مسائلی که شخصا دیده از منظر خودش بسیار تکیه کنه، و در نتیجه ناقل به جای این که دیگری را افشا کنه، که گزارشگره با دیگری را افشا کنه، خودش را افشا میکنه و در نتیجه هر دو در آخر افشا میشن. و وقتی روی پل سی اس پل داره بارون میاد و یک پالتو رو بر دوش هر دو بر دوش میاندازن و یکی میشن، در حقیقت گزارشگر و مخاطب یکی میشن، سید و صیاد یکی میشن و نه تنها، یعنی مقصود اینه که نه تنها جا عوض میکنن بلکه یکی میشن. خب این تکنیکه. به حساب قالب ما گزارش رو میگیریم، این کافی نیست، گزارش یک مأمور ساواک. از تکنیک داستان نویسی استفاده میکنیم که مخاطب میدونه. همین شیوه در مصحوم اول هست که مصطفی شمر برای
شهیدی که حالا به مرحله قداست رسیده و عالم غیب، آگاه به امور غیبی است، داره ماجرای خودش رو تعریف میکنه و مرتب میگه تو که میدونی. جاهایی را که سرریز از شور و احساسات و ایناست بر میزنه که نمیتونه جلو خودش رو بگیره، افشا میکنه خودش. جاهایی را که اون میدونه پس حس میکنه. خواننده هم همین ماجرا برش میره در حقیقت، یعنی ماجرا مستقیماً جلو خواننده قرار نمیگیره که ها لب و پوست کندش اینه، بلکه باید از همه این کانال ها بگذره و بر او همون روتی که بر مصطفی شم میرفت. به همین جهت تکنیک میشه جزو ذات داستان و گفتم که به همین جهت یک خواننده که میخواد داستان های متعارفی را که مثلا فرض فرمان تو سنت بعضی از داستان هدایت هست، یا مثلا نوع جمالزاده داستان، یا نوع مثلا بعضی از داستان عیسای دیگه، این خواننده با من قطع رابطه میکنه و نمیتونه بیه سراغ من، برای اینکه متوجه میشه که نصر رو باید باش رفتار دیگه بکنه. نصر میشه جزو ذات داستان، برای اینکه مثلا وقتی ما تو شازده احتجاب طرف داره راجع به یک مسئله میاندیشه، همان گونه زبان ازش استفاده میشه که اون فکر به ذهنش خطور میکنه. اگر بگه فلان کس فلان لباس را پوشیده بود، بعد کاما مکسش حتما یا شاید، و بعد یه جمله دیگه یادش میاد وقتی که از پله‌ها بالا میرفت، بعد یه جمله یادش میاد دستش به دیوار گرفته بود. پس نثر هم میشه جزء همون متن مثلا گزارش، که این البته در داستانهای بعدی دیگه شکل خیلی درونی تری میگیره. در حقیقت اینجا، در اغلب اینجا نویسنده پنهانه، ولی به صورت در آخر داستان آشکار میشه، نه به عنوان نماینده خودش، بلکه نماینده یک نوع طرز تلقی، یک نوع مثلا نگاه، مثل برای گم شده راهی مثلا. این که شما میفهمید که تکنیک جزء ذات داستانه، بحثی درش نیست، بحثی درش نمی کنیم. بیشتر اشاره من این بود که با قبول این که تکنیک اصلا ذات داستان هست، فکر نمی کنید که تکنیکی وقتی به اطلاع کامل میرسه که اون تکنیک رو شما ببینید مثل شعر بره تو شما بدون اینکه جلوی شما وایسته، یعنی مثل فرض بفرمایید که مثل یه شعر خوب که نثر که زبون جزءشه، تکنیک اصلشه، ولی صنعت توش به کار نمیره، بلکه شما حسش میکنی، یعنی اون تکنیک اصلا میره توی داخل شما. خب به نظر میاد مثلا در این مقوله به شعر نزدیک میشیم. شما در حافظ اگر یک کلمش در یک بیت کلمه یادتون بره، هیچ کلمه دیگه نمیتونید جاش بگذارید. در شعر خوب شاملو هم همین اتفاق میافته. شیوه عرضه این یا شگرد عرضه این هر کاری مثل حملت شاملو جدا نیست از اون مسئله ای را که میگه. باید همون شیوه هم یادتون بیاد تا عمق ماجرا یادتون بیاد. من به همین حملت مثال میزنم، اینها بازیگرند، همه دارن نقش این نمایشنامه رو بازی میکنن، همه جلو تماشاچی ها در نهایت تعظیم میکنن به تماشاچی ها و برابر میشن، در حالی که در ماجرا اینا برابر نیستن. ببینید، پس وقتی ما این شعر میخواد بیادمون بیاد یا میخوایم بخونیم، همش باید یادمون بیاد. در مورد یک داستان خوب، مثلا بگیم داستان موفق، اینه که همه با همه. البته اینم هست که خواننده یک کمی از متوسط بالاتر احساس به حساب قدرت نمایی نکنه، فکر نکنه که مثلا این داره نمایش قدرت میده که من میتونم این کارا رو بکنم. شبیه بعضی از داستانایی که میشه گفت به تقلید این شیوه
مورد نظر من نوشته میشه که شما میبینید که داره میخواد بگه مثلا من میتونم نثر خوب بنویسم، من میتونم فلان کنم. نثر خوب در خدمت به حساب اون وصفی است که میکنیم، یگانه میشه با اون. وقتی که طرف بخواد صنعتگری بکنه، مثلا فرض کنیم در یه شعری که مثلا شین و سین و سین اینا دنبال هم بیاد و شما حس نکنی که اصلا این لازم بود، وقتی که مثلا ما از خشخش برگ ها میگیم و این شین ها بیاد، خب خشخش بیاد اون میاد. یعنی باید یک ضرورت درونی داشته باشه که مثلا فرض کنیم در مورد معصوم پنجم من گفتن که این خواسته قدرت نمایی بکنه که از میتونه به نثر کهن بنویسه و فقط ظاهر کار نگاه کردن. این ضرورت این که ما یک مسئله ازلی ابدی را که ساختش مثل ادبیات کهنه و همون نوع کاری را توش انجام میشه که مثلا در ذکر حلاج هست، این نویسنده به آن زبان می نویسه. و اگر مثلا فرض کنیم که در این نوع نوشته خواننده متوسط اگر این سطر را نفهمید، اگر این کلمه را نفهمید، اگر آن لحظه را متوجه نشود، ضرری به جایی نمی زنه. ما در بهترین داستانهای ساده ترین داستان هم همینطوره. شما مثلا 500 ذهنتون میره جای دیگه، نمیشنوید، نمیخونید، بعد داستان رو تعقیب میکنید. در این نوع داستان هم اینطوره، البته نمیشه خیلیش حس بشه، ولی اگر دو کلمه رو نفهمید، دو سطر رو نفهمید، ذهنش رفت جای دیگه یا معنیش رو نفهمید، ضرری به جایی نمیذاره، نمیزنه و تهمزه در ذهنش میمونه. من در معصوم پنجم بیشتر توجهم به اینه که این تهمزه در ذهنشون بمونه و دست آخر این چنبره به حساب حوادث رو حس بکنه. در مرور دوم سوم میتونه طرف آشنایی بیشتری پیدا کنه. میگم نزدیک به شعر میشه، همطور که مثلا با شعر حافظ روبرو میشیم. یعنی اینجا داستان خلاف نوعی که سارت نگاه میکنه که داستان را وسیله میدونه، در حالی که نثر را شعر را هدف میدونه، یعنی نثر زبان را در شعر و داستان، در اینجا نه تکنیک و نه زبان و نه چیز دیگری، حتی طرح و غیره هدف نیست و ببخشید وسیله نیست، بلکه جزو خود ذات داستانه و گاهی اوقات حتی گفتم تکنیک میشه وسیله کشف. و یعنی در حقیقت می نویسه که ببینه چه میگذره. چون خیلی از داستانه من مثل کریستین چید وسیله‌ای بوده برای اینکه بدونم بر من چه میگذرد.